یکی دیگر از عوامل خیلی مهم سخت زایی بحث جیره هست. سلام، امروز میخوام در مورد سخت زایی یا دیستوشیا که یک کلمه یونانی است نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید عوامل خیلی متعددی روی سخت زایی یا زایمان سخت در دامداری ها و گاوداری ها مؤثر هست. این عوامل هزینه های ما رو در گاوداری ها بالا میبره و سود ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده و در واقع با بالا رفتن هزینه ها سود ما کاهش پیدا میکنه. از علائم ظاهری که در دامداری ها برای سخت زایی ما میتونیم نام ببریم، خاراندن بدن دام به در و دیوار و ستون ها و همچنین کاهش غذا در 24 ساعت آخر زایمان هست. اینا علائم ظاهری هستند که دامدار یا گاودار بلافاصله باید با دیدن این علائم متوجه سخت زایی در دام بشه. اما علائم خیلی مهمی که ما میتونیم در سخت زایی نام ببریم بسیار زیاده که من به تعدادی از این علائم اشاره میکنم. یکی از علائم خیلی مهم سخت زایی، یعنی یکی از در واقع عوامل سخت زایی، استرس هست. استرس همونطور که میدونید یکی از علامتهای خیلی مهم سخت زایی است. اگر ما دام رو در حین زایمان و در زمان زایمان جابجا کنیم و محلش رو عوض کنیم، حتما به استرسی که بهش وارد میشه باعث سخت زایی میشه و ممکنه این سخت زایی درش اتفاق بیفته. یکی از عوامل مهم دیگه جنین های دوقلو هست. اگر ما در گاوها جنین دوقلو داشته باشیم، ممکنه یکی از این جنین ها یا دوتاشون با سخت زایی متولد بشن که این هم یکی از عامل هاشه. عامل بعدی مرده زایی هست. ممکنه جنین در داخل رحم دام یا گاو شیرده از بین رفته باشه و مرده باشه که این علتهای زیادی برای خودش داره. ممکنه عفونت ها باعث این عامل بشن، ممکنه ضربه باعث بشه، ممکنه جیره غذایی یا خیلی از بیماری های دیگه که تأثیر بذاره روی در واقع مرگ جنین و این سخت زایی در اواخر زایمانش اتفاق بیفته. یکی دیگر از عوامل مهمش کمبود کلسیوم جیره هست. اگر کلسیوم جیره ما پایین باشه، در واقع تأثیر میذاره روی لیگامان ها و ما با سخت زایی مواجه میشیم. یکی دیگر از عوامل خیلی مهم سخت زایی بحث جیره هست. جیره غذایی باید در دام ها متعادل باشه و متناسب باشه و جیره بالانس شده ای ما برای دوره زایمان و در واقع زایمان گاو در نظر بگیریم که این جیره حتما باید توسط کارشناس فنی تهیه شده باشه که جلوی سخت زایی ها رو بگیره. ما هر چقدر دام رو در واقع چاق کنیم و فربه کنیم و در واقع گاو شیری نباید اسکور بدنیش بالای 3.5 باشه، یکی از مهمترین عوامل همین بادی کاندیشن اسکور هست یا وضعیت بدنی هست که مربوط به جیره میشه. این وضعیت بدنی در دوران زایمان حتما باید حول و حوش 3.5 باشه و بیشتر نباشه. اگر این اتفاق بیفته یقینا ما این حالت رو خواهیم داشت، یعنی سخت زایی رو در دام خواهیم داشت. از عوامل مهمی دیگه تلیسه های جوان هستن. دوستان ببینید، اگر ما میخوایم که دام خوبی داشته باشیم، دامی که صرفه اقتصادی داشته برامون و داره برامون، این رو باید حتما قبل از اینکه فارم خودمون رو ایجاد کنیم، باید حتما از محل مناسب دام خودمون رو تهیه کنیم و در تلیسه های جوان حتما باید وضعیت بدنی و نمره بدنی دام رو ما باید در نظر بگیریم. از عوامل مهم سخت زایی تنگی واژن هست، نامتناسب بودن پوزیشن در واقع جنین در داخل رحم هست. اینا خیلی از عوامل مهم سخت زایی هستن که ما باید حتما اینها رو در نظر بگیریم. از عوامل مهم سخت زایی ما میتونیم اسپرم دام نر رو در نظر بگیریم.
اگر دوستان بحث کاتالوگ خوانی رو در نظر بگیرن، یعنی وارد بحث کاتالوگ خوانی در دام بشن، متوجه این قضیه میشن که اسپرم دام نر بر اساس کاتالوگ ها و اون استاندارد هایی که داره حتما به ما مشخص میکنه که این گاو نر از نژاد سختزا هست یا نژادش اگر اسپرم تلقیح بشه و سختزایی رو در گاوهای شیره ایجاد میکنه و باید از اینها ما پرهیز کنیم و دنبال گاو نری باشیم که اسپرم مطلوبی داشته باشه. همه اینها دست به دست هم میدن و در واقع سختزایی رو در دام به وجود میارن. اما کارهای حمایتی که ما میتونیم در واقع انجام بدیم چی هست؟ اولا دامی که سختزا هست حتما باید سرپا بیسته. یک نکته است که حتما باید دوستان به خاطر داشته باشند. گاو رو نباید بخوابونیم، اگر بخواب حتما باید بلندش کنیم. بحث دوم یا نکته دوم تزریق اکسیتتروسایکلین یا زایلوکاین هست که اینها لوبریکانت هستند و میتونن تسهیل کنند امر زایمان رو برای گاو. مورد سوم بحث شستشوی در واقع واژن هست که ما از طریق بتادین یا شستشو کننده ها ما واژن رو در واقع تمیز کنیم و ضد عفونی کنیم که بتونه در واقع زایمان خوبی داشته باشه. و نکته حمایتی بعدی که ما میتونیم در مورد دام اعمال کنیم بحث زک زایمان هست. ببینید دوستان، استفاده از زک زایمان برای خودش در واقع شرایطی داره. اگر ما این شرایط رو در دام رعایت نکنیم، چه بسا این زک زایمان برای خودمون هم مشکلاتی رو به وجود بیاره و برای دام هم مشکلات به وجود بیاره. این هم نکته های حمایتی بود که خدمت دوستان عزیز ارائه کردم. اما دامی که یا گوساله‌ای که توسط سخت زایی به دنیا میاد، سه تا حالت براش اتفاق میفته. من سه تا حالت رو خدمت دوستان عزیز توضیح میدم. اولا اینکه دام دچار مشکل تنفسی میشه، یعنی گوساله ها دچار مشکل تنفسی میشن. دوم اینکه دچار مشکلات گوارشی میشن. و سوم اینکه بلا فاصله ما باید آغوز رو به اینها در واقع بدیم که سرحال بشن تا بتونن اون شرایط لازم خودشون رو به دست بیارن. اینا شرایطی هستن که توضیح بدیم، توضیحشون خیلی طولانی هست و این سه نکته رو من خواستم که دوستان در جریان باشن که بتونن سریعتر وارد عمل بشن، چون مشکل تنفسی این دام رو دیگه تا آخر عمرش باش هست. معمولا 3-8% دامداری ها با مشکل سختزایی مواجه هستن و این 3-8% در واقع بسیار زیاده برای دامداری. ما باید مراقبت بیشتری رو داشته باشیم. در واقع سختزایی برامون یک سندروم هست، یک عارضه‌ای هست که از چندین نوع در واقع بیماری به وجود میاد. ممکنه بیماری های عفونی باشه، مدیریت گله باشه، تغذیه باشه. اینا در مجموع کمپلکسی رو و یک سندرومی رو تشکیل میدن که ما باید مواظب باشیم. اما یه سری کارهای درمانگاهی هم هست که اینها رو هم میتونیم قبل از زایمان ما انجام بدیم. کارهای درمانگاهی رو خدمت دوستان من نکته هاشو عرض میکنم. یکی از اینها تب هست. تب دام رو حتما باید کنترل کنیم. دومش نبض هست. نبض دام رو حتما باید کنترل کنیم که نبضش استاندارد باشه. سوم بحث لنگش هست. لنگش رو در دام ما باید مراقب باشیم که دام‌های ما دچار لنگش نشن. و مورد بعدی بحث حرکات شکم هست. این حرکات شکمبه رو باید حتما کنترل کنیم که این حرکات شکمبه رو در واقع میتونیم یکی از عوامل سخت زایی ما به شمار بیاریم. و عامل بعدی هم در واقع عفونت‌های پستانی است که این عفونت‌های پستانی رو حتما باید مد نظر قرار بدیم. دوستان عزیز، اینا کلیاتی در مورد سخت زایی بود که خدمت شما ارائه شد. اینا هر کدوم توضیحات خاص خودشون رو دارن که در ویدیوهای بعدی توضیحات لازم رو خدمت دوستان عزیز ارائه خواهیم کرد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.